با درود و سلام خدمت شما بزرگان و سروران عزیز، عزیزانی که این برنامه رو دنبال میکنید. در برنامه همگام با مسیح در خدمت شما عزیزان هستیم. خوشحالم که میتونم با دوست بسیار عزیزم جناب کشیش شهریار در خدمت شما عزیزان باشم. شهریار جان. علیرضا جان، منم خیلی خوشحالم که همگام با مسیح ادامه داره. هنوز هم فرصت هست که ما با دوستان عزیزمون توی خونه بتونیم از کلام خدا صحبت بکنیم و این فرصت رو من دارم که در کنار شما خداوند رو خدمت کنم. خواهش میکنم. منم خوشحالم و افتخار میکنم. میخوام که در رابطه با بررسی اجمالی عهد عتیق که در بخشای قبلی یا در درسای قبلی با هم دیگه در میون گذاشتیم، ماجرای آدم، ابراهیم و طوفان نوح، اومدیم به خروج بنی اسرائیل از مصر، 400 سال اسارت اونها و آزادی اونها، و میرسیم در این بخش به رهایی و جایی که یوشع میاد و اونها رو به سرزمین موعود میبره، به سرزمین کنعان هدایت میکنه. و رهایی و بخشش یا آمرزش عنوان برنامه امروز ما هست. آیه حبسی که در این بخش برای شما بینندگان عزیز این درس داره در رابطه با همین موضوع هست، کتاب یوشع فصل 1 آیه 9، آیه حبسی و کلیدی این برنامه است. خواهش میکنم با ما در بخش‌های بعدی همراه باشید. است علی دوستان عزیز، در این بخش میخواییم که به بررسی دو تا از شخصیت‌های مهم و با ارزش کتاب مقدس نگاه کنیم در رابطه با زندگی یوشع که بعد از موسی رهبری قوم رو به عهده گرفت و شخصیت دوم داوود پادشاه و داوود نبی که میبینیم که خدا از طریق این دو شخصیت چطور در قوم خدا کار کرد و امروز چه درسایی میتونه برای زندگی بنده و شما داشته باشه. یوشع بعد از رهبری موسی کسی بود که رهبری قوم رو به عهده گرفت، یک مرد جنگجو بود و خدا اجازه داد که او بعد از موسی قوم رو با توکل به خدا، با اعتماد خودش به خدا، او رو به سرزمین موعود بفرسته. او و کالیب از جمله کسایی بودند که از دوره اسارت هنوز باقی مونده بودند و جزء بالغین و سران قوم بودند. در این حال یکی از کسایی بود که جنگجو بود و اقتدار داشت، اعتماد داشت به خدا، نفوذ داشت در بین قوم خدا، و میبینیم که چطور با اعتمادش به خدا میتونه قوم رو وارد سرزمین کنعان بکنه و توی جنگ ها پیروز بشه. قسمت بعدی یا شخصیت بعدی که در این بخش خواهیم خوند، در مورد صحبت خواهیم کرد، بررسی میکنه این درس در رابطه با شخصیت داووده، پادشاهی داوود، کارهایی که داوود میکنه، شخصیت عجیبی که از خودش نشون میده، ولی در این حال با تمام نقاط تاریکی که توی زندگی اون هست، این شخص به عنوان شخصی معروف در حضور خدا هست و خدا از طریق او استفاده میکنه، جزو قهرمانان ایمانه، و میبینیم که خدا حتی بهش میگه که از نسل تو من مسیح رو میارم، بهش وعده‌های بزرگی رو میده به داوود. میخوایم به بررسی این دو شخصیت در این بخش بپردازیم. خواهش میکنم که در بخش‌های بعدی ما رو همراهی کنید و امیدواریم که بتونیم در این بخش و در قسمت‌های بعدی شما عزیزان رو در رابطه با این دو شخصیت بیشتر آشنا بکنیم. با ما همراه باشید عزیزان. بله دوستان عزیز، در رابطه با تاریخ قوم اسرائیل، در رابطه با کاری که اشخاص مختلف در بین این قوم انجام دادن، در رابطه با مردان خدا میخواییم صحبت کنیم. دوتا از مردان خدا که در این بخش میخواییم به اونها بپردازیم، یکی از اونها اسمش هست یوشع که بعد از رهبری موسی او رهبری قوم رو به عهده گرفت، و میخواییم که در این بخش بیشتر بشنویم از جناب کشیش شهریار. شهریار جان خواهش میکنم. بله. شما بفرمایید. خواهش میکنم. همونطور که فرمودین، یوشع مرد جنگی بود و بعد از موسی جانشین موسی شد. قبل با موسی همکاری میکرد، همراه بود. وقتی که موسی سر کوه میره،
تا 10 فرمان رو بگیره و اون ملاقاتی که داره با خدا در بین راه یوشع میمونه. همراه موسی میاد بالا ولی تا نوک قله نمیره. موسی بهش میگه تو همینجا بمون. و بعد میبینیم رفته 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 خدا او رو آماده میکنه، در خیمه میمونه. شخصیتا خیلی آدم روحانی و اهل موندن در حضور خدا اینها نیست، وقتی زیادی رو بعدها میبینیم که در خیمه به سر میبره، ولی مرد جنگه، شمشیر و جنگ و کشورگشایی و تو فکرش دائما اینجور چیزاست. و وقتی که حتی موسی داره میاد پایین و صدای ساز و دهل رو میشنون، اون گوساله طلایی که ساخته بودن و مردم داشتن بت پرستی میکردن، یوشع میگه صدای جنگه، در اردو جنگه. موسی میگه نه، این صدای جنگ نیست، قوم گمراه شدن، از خدای خودشون برگشتن. در فکر یوشع همش جنگ و ستیز و کشورگشایی و بریم جلو و بگیریم و ببندیم، ولی مرد ایمانه، مردیه که به بلندی قامت دشمن نگاه نمیکنه، ماورای ابرها رو میبینه و خدایی رو میبینه که وعده داده. و همونطور که در قسمت‌های قبلی برنامه، در برنامه‌های قبلی گفتم، در کلام خدا اومده که فقط یوشع و کالیب خبر خوش آوردن از جاسوسی. فقط یوشع و کالیب گفتن بریم و میتونیم از رود اردن رد بشیم و سرزمین رو بگیریم. ولی این دو نفر هم به آتش دیگران سوختن، 40 سال مجبور شدن توی اون بیابان دور بزنن. ولی توی این 40 سال نه پیر شدن، نه موهاشون سفید شد، نه قوتشون کم شد، و یوشع جانشین موسی شد، مرد جنگی. و خدا با یوشع صحبت میکنه و خدا میگه همونطور که ترس موسی رو در دل اسرائیل گذاشتم، الان ترس تو رو در دل اونها میگذارم. همونطور که به موسی احترام میذاشتن، بعد از این به تو احترام خواهند گذاشت، چون من ترس تو رو در دل اونها میذارم. و بعد میبینیم چه وعده هایی میده، وعده های عالی میده. 3 تا وعده بزرگ میده خدا به یوشع. از کتاب یوشع همون باب 1 براتون میخوام خیلی سریع 9 تا آیه اول رو بخونم، عزیزانم میتونن باز بکنن در کلام خدا. کتاب یوشع در تورات هست بعد از کتاب تثنیه. و واقع شد بعد از وفات موسی بنده خدا که خداوند یوشع ابن نون خادم موسی را خطاب کرده گفت: موسی بنده من وفات یافته است، پس الان برخیز و از این اردن عبور کن، تو و تمامی این قوم، به زمینی که من به ایشان به بنی اسرائیل میدهم. هر جا که کف پای شما گذارده شود به شما داده ام. این اولین وعده است. میگه هر جا که برین، کف پاتون رو هر جا بذارید اونو به شما میدم، چنان که به موسی گفتم. از صحرا و این لبنان تا نهر بزرگ یعنی نهر فرات، تمامی زمین هتیان تا دریای بزرگ به طرف مغرب آفتاب حدود شما خواهد بود. دومین وعده، هیچ کس را در تمامی ایام عمرت یارای مقاومت با تو نخواهد بود. هر جا کف پاتو بذاری بهت میدم، هیچ کس نمیتونه جلوی تو مقاومت کنه. چنان که با موسی بودم با تو خواهم بود، تو را مهمل نخواهم گذاشت و ترک نخواهم نمود. سومین وعده است که نمیذارم وقتت هدر بشه، مهمل نمیذارم تمیجور بگردی، باهات کار دارم، باهات نقشه دارم، برات نقشه دارم و ولت نمی کنم. خدایی نیستم که ولت کنم. حالا ما با هم کار داریم. پوستتو میکنم. ولی یه شرطی داره. میگه چی؟ آیه 6، قوی و دلیر باش، زیرا که تو این قوم را متصرف زمینی که برای پدران ایشان قسم خوردم که به ایشان بدهم خواهی ساخت. فقط قوی و بسیار دلیر باش تا بر حسب تمامی شریعتی که بنده من موسی تو را امر کرده است متوجه شده عمل نمایی. زنهار از آن به طرف راست یا چپ تجاوز منما، تا هر جایی که روی کامیاب شوی. کف پاتو هر جا بذاری بهت میدم، فقط قوی و دلیر باش، مهمل نمیگذارمت، نقشه های عالی برات دارم، فقط بسیار قوی باش و هیچ کس یارای مقاومت با تو رو نخواهد داشت، نمیتونن با تو مقاومت بکنن، از کلام من تجاوز نکن. تمام این وعده ها یک شرطی هم توش بود و این الان برای ما هم هست. خدا میخواد که ما پیروز باشیم تو زندگیمون. خدا میخواد که ما جلو بریم و در زندگی اقتصادی خودمون، در زندگی اجتماعی خودمون پیروز بشیم. ولی ما باید قوی و دلیر باشیم. ما بعد از هیچ چیز نترسیم، چون خدایی داریم که از ما محافظت میکنه. خدایی داریم که تمام ترس‌های ما رو برداشته. هفته‌ی گذشته ما راجع به ترس صحبت کردیم که ترس چطور همه چیز رو از ما میگیره و ما رو پقلیزه میکنه، ما رو هندیکپ میکنه. یعنی واقعا آدم میندازه رو صندلی چرخدار وقتی که کسی میترسه، درست مثل همینه. ولی اینجا خدا به یوشع میگه قوی باش، بسیار دلیر باش، از کلام من تجاوز نکن.
کلام من رو بخون و اون رو پیش ببر. و بعد در باب ششم کتاب یوشع جنگ با شکوه اریها هست و خواهش میکنم که عزیزان بخونن توی خونه که چطور این دیوارها ریخته میشه، چطور استراتژی جنگی که خدا میده اصلا هیچ ربطی نداره، میگه روز یه بار دوره این دیوارها بچرخ، روز هفتم هفت بار و بعد کرنا بزنین دیوارها میریزه. این چه تاکتیک جنگیه و یوشع مرد جنگی بود و واقعا تمام اطلاعاتی که یوشع داشت و تمام ایمان یوشع اینجا مورد آزمایش قرار میگیره. ایشون مرد شمشیر و منجنیق و نیزه و تیرکمون و اینجور چیزاست، ولی خدا بهش میگه بچرخ روزی یه بار، روز هفتم هفت بار، بعد داد بزنید دیوارا میریزه. و یوشع یواش یواش یک بعد دیگه رو در جنگ پیدا میکنه، میفهمه که پیروزی فقط با این زور بازو و تیزی تیغ شمشیر نیست، خدایی هم هست که استراتژیش گاهی وقتا فرق میکنه. و بعد میریم جلو در باب هفت، در جنگ دوم شکست بزرگ اسرائیل هست در باب هفتم و اخان هست که از اون شیء حرام بر میداره، قرار نبود چیزی بردارن، اخان این کارو میکنه و یوشع باز دادش میره به آسمان که خداوند تو این کارو کردی، ما از رود اردن رد شدیم، حالا که اینجا شکست خوردیم همه قومهای دیگه میشنون میان ما رو میکشن و تو با اسم خودت چیکار خواهی کرد؟ خداوند میگه پاش اجازه بدین و براتون بخونم، خیلی خیلی جالبه و با این تمام میکنم و وقتی کم ما میدونم اجازه نمیده. خداوند به یوشع گفت برخیز، چرا تو به این طور به روی خود افتادی؟ اسرائیل گناه کرده و از عهد من نیست که به ایشان امر فرمودم تجاوز نمودن و از چیز حرام هم گرفته دزدیدن، بلکه انکار کرده آن را در اسباب خود گذاشتند. از این سبب اسرائیل نمیتوانند به حضور دشمنان خود بایستند و از حضور دشمنان خود پشت دادند، زیرا که ملعون شدند. و اگر چیز حرام را از میان خود تباه نسازید، من دیگر با شما نخواهم بود. برخیز قوم را تقدیس نما و بگو برای فردا خیشتن را تقدیس نمایند، زیرا یهوه خدای اسرائیل چنین میگوید: ای اسرائیل، چیز حرام در میان توست و تا این چیز حرام از میان تو خود دور نکنی، پیش روی دشمنان خود نمیتوانی ایستاد. یوشع یواش یواش یاد میگیره. من و شما و دوستان عزیزمون ما هم یاد میگیریم که معیارهای جنگ روحانی معیارهای الهیه. اگه جای گناه هست، شکست بلافاصله پشتش هست. اگه یک نفر تو کلیسا گناه میکنه، این کلیساست که پیش نمیره و این کلیساست که شکست میخوره. و زندگی هر کدوم از ما انفرادی مهمه. من تو خونم هر کار میکنم به خودم مربوطه؟ نه. اخوان همین فکر رو میکرد. چند تا چیزو برداشت برای خودش، ولی اسرائیل شکست خورد. زندگی ما مهمه در نقشه الهی و در پیشبرد ملکوت خود. خیلی ممنون از توضیحاتتون، خیلی عالی بود. یه نکته‌ای که من خیلی توی زندگی یوشع برای خود من جالب بود، البته من خودم خیلی اکشنم، خیلی خوشم میاد از شخصیت یوشع، چون ومن مرد جنگی قوی با اقتدار نترس برای من هست، همیشه شخصیت جالبی داره برام. ولیکن یکی یه بعد دیگه از شخصیت او که خیلی برای من توی زندگی روحانی خودم مؤثر بوده و یاد گرفتم ازش، این رو این بوده که وفادار بوده به کلام خدا. وفاداری او به کلام خدا، اعتماد به وعده های خدا، این خیلی در این شخصیت دیده میشه. قبل از مرگش میره سران قوم رو جمع میکنه، در سن پیر دیگه داشته میمرده، گفته میدونسته که دیگه باید بره و یه نصیحت خیلی قشنگی میکنه. من میخوام این رو بهش اشاره کنم و بریم سراغ قسمت های بعدی، میدونم وقت ما خیلی کمه. در کتاب یوشع فصل 23 هست، فصل 23 آیه 6 یک آیه است، میفرماید که داره به رهبران قوم میگه. اینجا از کل فصل 23 در رابطه با وصیت یوشع به رهبران قومه، ولی این آیه 6 جملهش خیلی برای من جالبه که میگه: پس بسیار قوی باشید و متوجه شده هرچه در سفر تورات موسی مکتوب است نگاه دارید و به طرف چپ یا راست از آن تجاوز منمایید. یه حرف آخر رو زده، مهمترین حرفش رو گذاشته اون لحظه آخر. این خودش با این وعده ها، با اون کلمات تورات زندگی کرده این شخص، برای همین داره از تجربه خودش تو اون بیابان، تو اون جاهایی که بوده، اون چیزی که حالا موسی نوشته و به قوم داده از تورات،
میگه که اینا رو نگه داره، اینا کلمات خداست، من با اینا زندگی کردم، نصیحت من به شما اینه که اینا رو حفظ کنید و نگه دارید توی زندگی خودتون. فرصتمون کمه، میخوام که به استودیو پخش بریم. دوستان عزیز ما در استودیو پخش برنامه‌ای رو آماده کردن و با هم میبینیم و باز برمیگردیم و همینجا در خدمت شما هستیم. بله دوستان عزیز، به داوود شخصیت خیلی مهم عهد عتیق میرسیم و میخواییم ببینیم که پادشاهی او، زندگی او، اقتدار او و اون حتی نقاط ضعیف او در زندگیش چه درسی امروز برای من شما داره. از جناب کشیش شهریار میخواییم که در رابطه با زندگی داوود برای ما بیشتر توضیح بده. بله، کاش فرصت بیشتری بود، واقعا میشد یه مقداری حداقل اجمالی ما بررسی کنیم زندگی داوود پادشاه رو، ولی فقط من میتونم به چند تا چیز کوچیک اشاره بکنم. اولین پادشاه اسرائیل شاول بود. شاول کسی بود که سموئیل نبی اون رو مسح میکنه به عنوان اولین پادشاه به درخواست بنی اسرائیل که میگفتن ما یه پادشاه میخوایم مثل اونای دیگه، خدا رو در واقع رد میکردن و داوود یکی از سرداران شاول پادشاه و این دوتا با هم دیگه به جنگ ها می رفتن و خدا با داوود بود. داوود یه چوپان جوان بود، کوچکترین برادرها بود، کوچکترین شخص بود و خدا به سموئیل میگه من اونو انتخاب کردم که بعداً پادشاه میشه. این اون کسیه که مطابق دل من. و وقتی زندگیشو بررسی میکنیم میبینیم آدم خیلی کاملی نیست. آدمی نیست که اشتباه نکنه، آدمی نیست که مثلا چاخان نگه. ما میبینیم که حتی بعضی جاها داوود پادشاه دروغ میگه، خودشو میزنه به دیوونگی، اصلا یه کارای میکنه گاهی وقتا که آدم تعجب میکنه، ولی خدا میگه این مردیه نظیر دل من. در میون صفاتی که در برای داوود داریم، واقعا مرد شجاعی بوده، مرد دلیری بوده، آدم خدا ترسی بوده. اون چیزی که از همه مهمتره در زندگی داوود پادشاه و داوود نبی، خدا ترسی بود، دلش با خدا بود. حتی در یک مورد که مرتکب زنا میشه بلافاصله توبه میکنه، بر نمیگرده بگه خب به عنوان یه پادشاه منم نیازهایی دارم، اصلا کی به شما گفته تو کار من دخالت بکنی، من پادشاهم، پدر همتونم در میارم، هر کارم دلم میخواد میکنم، اصلا من نبیم، شما که نبی نیستید. و میبینیم داوود دلش با خدا یکی، مدیر خیلی خوبیه، کشور خوب اداره میکنه، سردار لشکر، مرد جنگی. در موردش میخونیم که سرداران به پسرش، به ابشالوم که نقشه میکشیده یه جوری اونو بکشه، میگن ببین پدر تو از جوانی مرد جنگیه، اون وسط اردوگاه نمیخوابه، این کنار یه جایی نمیخوابه که تو بتونی پیداش بکنی. و بالاخره متاسفانه میونه داوود و شاول به هم میرسه. شاول به مرور میفهمه که سلطنت مال داووده، هر کار داوود میکنه درسته، اشتباهی ازش سر نمیزنه، خدا همه چیزو در دستش راست میاره و شروع میکنه به مخالفت کردن و حتی شروع میکنه دنبالش میفته میخواد بکشتش، حسادت میکنه، حسادت شدید میکنه، چون با چشماش میبینه که خدا سلطنت منو دیگه تموم میشه، پسر من پادشاه نخواهد شد یوناتان، بلکه این پسر زارع، پسری که شبان بوده حالا بزرگ شده و پادشاهی مال اینه چون خدا میخواد. بیشتر صفاتی که ما در داوود پادشاه میبینیم در دیگران هم دیدیم. شجاعت یوش هم شجاعه، مدیریت موسا هم مدیر بود، ولی چیز خاصی که در داوود پادشاه هست احترام فوق العاده زیادی که برای پادشاه قائله. واقعا درسی که همه ما باید یاد بگیریم، من شما تمام ایماندارانی که در کلیسا هستند و یک اقتدار روحانی خدا برای اونها گذاشته، در موردی میان به پادشاه میگن، به شاول پادشاه، که داوود توی این مغاره ها، توی غارها، اونجا ما دیدیمش و پادشاه میاد با لشکرش و برای اینکه بره قضای حاجت بکنه وارد یکی از غارها میشه، غافل از این که داوود و یارانش توی همون غار قایم شدن، تای غار، و یاران داوود میگن
داوود پادشاه با پای خودش اومده اینجا، اومده اینجا بره یه گوشه قضای حاجت بکنه، همینجا تو میتونی دخلشو بیاری به قول معروف. و داوود میگه محال ممکن، اینو خدا گذاشته پادشاه، دشمنشه، میخواد بکشتش، ولی روی مسح پادشاهی که خدا روی شاول گذاشته داوود احترام میگذاره. و این چیزیه که رفته رفته در کلیساهای ما داره رنگ میبازه. شبان رو قبول نداریم، رهبر کلیسا رو قبول نداریم، هر کی پا میشه میگه این کیه بابا، خدا گذاشته اینجا، خدا گذاشته به عنوان کشیش، خدا گذاشته به عنوان رهبر. میان میگن اینو قبول نداریم، اونو قبول نداریم، و از داوود پادشاه درس یاد نمیگیرن. داوود فقط با شمشیرش این دامن گوشه لباس پادشاه رو برید و بعد بهش گفت میتونستم با همین شمشیر بکشمت، ولی تو مسیح خداوندی، هاشا از من که دستم روی مسیح خداوند دراز کنم. و شاول گریه میکنه، میذاره میره، مجددن باز همین داستان پیش میاد به نوع دیگه، باز داوود محبتش رو نشون میده و احترام فوق العاده زیاد رو به پادشاه که مسیح خداوند بوده، هرچند دشمن بوده، هرچند واقعا از خط الهی خارج شده بوده، هرچند انبیا رو میکشه، شهر انبیا رو نابود میکنه، تمام کاراش شاید بد بوده، ولی داوود میگه یا خدا میزنتش، یا مریض میشه، یا تو جنگ میفته، دست من روی اون بلند نمیشه. متاسفانه ما میبینیم توی کلیسا افراد حتی دستشون هم روی شبانانشون بلند میکنه، شبانانی که با زحمت براشون کار میکنه، باز زحمت میان میگن ما شما رو قبول ندیم، شما کی هستین، کی گو. اصلا انگار اون مسح روحانی، اون اقتداری که خدا داده دیگه رنگ باخته. بعد از داوود یاد گرفت و به شاول ها بعد احترام گذاشت، موقعی که باشه خدا برشون میداره، ما نباید دست دراز بکنیم. بله، در شخصیت داوود نکات زیبایی هست که ما میتونیم از اون یاد بگیریم، و اینکه به طور خاص حتی توی حالا نقاط تاریکش، چون نقاط تاریک زندگی او رو خیلی افراد زیر سوال میبرن، آقا این چه پادشاهی بوده، مثلا زنا کرد، نمیدونم این کار کرد، اون کار کرد، خالی بست، مثلا ادا اصول در بود، دور زد، آدم کشی کرد حتی به خاطر زنایی که کرد، و خیلی اونم و خیلی زیر سوال میبرن به شکل به نوعی شخصیت او را. ولی که توی کلام خدا همونطور که شما هم اشاره کردید میخونیم که اون مرد موافق دل خدا بود. عجیبه، با این من نقطه برمیخوریم که کارایی رو میکرد که مولا گناهانشو نمیگم، ولی شما باید نکات مثبت زندگی او رو نیز در نظر بگیرید. خدا اونا رو در نظر داره، نکات مثبتش رو خدا در نظر داره، نه گناهانشو. میبینیم این شخص در رابطه با حتی گناهانش شخصیه که شفافه، صادقه، و خیلی زود میاد روشن میاد باز میکنه و میگه من به تو گناه کردم، به تو و به تو گناه کردم. در مزمور معروف 51 میگه اعتراف خودشو، توبه خودشو، که من گناه کردم، حالا به من یک دل صاف و مستقیم بده، یک روح تازه به من بده، یک از نو منو خلق کن، و میخوام که اون رابطه اولیه‌مو که با تو داشتم، اون شادی نجات منو به من برگردون، تا با تو اون رابطه، اون مشارکتی رو که داشتم با تو نزدیکتر بشه. و این شخصی که موافق دل خدا بوده، یک شخصی بوده که کاملا اعتماد داشته به وعده‌های خدا، و میبینیم که خدا چطور به او وعده‌های سلطنت ابدی رو به او میده، بهش میگه سلطنت تو فقط مال این دوره محدود زمینی نیست، بلکه سلطنت تو داوود ابدیه، از نسلش مربوط به نسلشه، هیچ و اشاره به عیسی مسیح. دقیقا، هیچ کدوم از پادشاهانی که اومدن روی اسرائیل سلطنت کنن، هیچ کدومشون این وعده رو خدا بهشون نداده بود که تو از نسل تو داوود. میبینیم مسیح از نسل داوود میاد به عنوان ناجی و نجات دهنده، و چطور شخصیت او میتونه حتی به عنوان یک شاعر در زندگی امروزی ما قلم او نقش داشته باشه. امروز شما وقتی کتاب مزامیر رو باز میکنید، پر از تجربیات شیرین او که با قلم خودش نگاشته.
البته تمام مزامیر رو داوود ننوشته، ولیکن اون قسمت‌هایی رو که داوود نوشته به عنوان سرود شده توی قوم اسرائیل، اونها رو تو پرستش‌ها یهودی‌ها استفاده می‌کردن، می‌خوندن، و امروز ما به عنوان مسیحیان اینو توی کلیساها از همون مزامیر استفاده می‌کنیم برای سرودهای روحانی و برای گرفتن تسلی، برای گرفتن وعده‌های خدا از همون‌ها استفاده می‌کنیم، چون این تجربیاتی بوده که تو زندگی یک پادشاه مقتدر در اسرائیل انجام شده. و امروز ما درس میگیریم از اون، کمک میگیریم برای رشد زندگی روحانی خودمون. میخوام که به اتفاق بینندگان عزیز به بخش بعدی بریم و میخوام که قلم کاغذ خودتون رو آماده بکنین تا در بخش بعدی سوالاتی که در قسمت کاربرد اومده با هم دیگه یادداشت کنیم و در خونه هر کجا که هستیم به اونها پاسخ بدیم. با ما همراه باشید عزیزان. بله دوستان عزیز، بیننده در رابطه با شخصیت یوشع و داوود در این بخش با هم دیگه مطالبی رو در میون گذاشتیم. میخوایم ببینیم که در قسمت کاربرد از ما سوالاتی کرده، ببینیم که چطور میتونیم از زندگی این دو نفر توی زندگی روحانی خودمون استفاده کنیم برای رشد روحانی خودمون قوت بگیریم. امروز زندگی یوشع، مرد جنگجو، مردی که وفادارانه به کلام خدا اتکا میکرد، چطور میتونه در زندگی روحانی ما نقش داشته باشه؟ حفظ امانتهای خدا، حفظ وعدههای خدا، اعتماد به وعدههای خدا چطور میتونه در زندگی من و شما نقش داشته باشه؟ چطور ما میتونیم با تکیه بر قدرت خدا توی موانعی که در پیش رو داریم بر ما پیروز بشیم و اون موانع رو از سر راه برداریم؟ چطور میتونیم برای دیگران یه نمونه خوب باشیم مثل یوشع که به استراتژی خدا اعتماد کرد و اون چیزایی که خودش داشت رو، توانایی خودش رو در مقابل توانایی های خدا کنار میگذاشت؟ چطور این تصمیم گیری، چطور این کار، این حرکت، این ایمان میتونه در زندگی من و شما نقش داشته باشه؟ در رابطه با شخصیت داوود، شخصی که با تمام پایین و بالا بالایی‌هاش، تمام پستی و بلندی‌های زندگیش، با تمام نقاط تاریک زندگیش، او شخصی بود که محبوب خدا بود. او شخصی بود که نزد خدا معروف بود و خدا بهش وعده‌های بلند و عالی رو داد. شخصی بود که در بین قوم اسرائیل تونست از کوچکترین سب، از کوچکترین فرزند خانواده پادشاهی قوم اسرائیل رو به عهده بگیره. کسی بود که در مقابل جولیات و جولیات های ایستاد و تونست که ایمان خودش رو به معرض نمایش بگذاره با اعتماد به یهوه خدای خودش. این زندگی، این روش زندگی چطور میتونه در زندگی روحانی شما نقش داشته باشه و چطور میتونید با نگاه به زندگی این دو شخصیت زندگی روحانی خودتون رو به روند رشد و به کمال برسونید و کمک کنید که ازش درس بگیرید که بیشتر و بیشتر شبیه عیسی مسیح بشید. میخوایم که در این قسمت از برادرمون کشیش شهریار بخوایم که دعا کنن برای خاتمه و عنوان درس بعدی یا برنامه آیندهمون هم برای ما. در برنامه آینده ما در مورد زندگی ایلیای نبی با همدیگه آیاتی رو بررسی میکنیم. زندگی ایلیای نبی. خواهش میکنم. با هم دعا کنیم. پدر از تو ممنونیم برای امروز، برای این فرصتی که به ما دادی. خداوندا برای زندگی مردان تو که درس‌های بسیاری به ما یاد میده تو رو شکر میکنیم. برای یوشع و شجاعتش، برای داوود و اطاعتش خداوندا و سرسپردگیش تو رو شکر میکنیم. پدر اینها رو تو نوشتی در کلامت، نه محض اطلاع برای ما بلکه برای اینکه از اونها درس یاد بگیریم. پدر من دعا میکنم برای تک تک عزیزانم که این برنامه رو نگاه میکنن. خداوندا مثل یوشع دلیر و شجاع باشن و بر طبق کلام تو زندگی بکنن، مثل داوود مدیر باشن، مثل داوود جنگجو باشن و مثل داوود خدا ترس، مثل داوود پادشاه فرمان بردار باشن.
خداوند به اقتدار روحانی و اون چیزی که تو گذاشتی، افرادی که بالای سرشون گذاشتی، مطیع باشن و اونها رو اطاعت بکنن. ممنونیم خداوند که با افراد مختلف ما رو هدایت میکنی. از جانب خودت افرادی رو فرستادی به عنوان شبان، به عنوان رسول، به عنوان معلم، به عنوان مبشر، خداوند در سر راه ما گذاشتی و دعای من اینه که به شایستگی و با احترام با اونها رفتار بکنیم بر طبق کلامت. تک تک ما رو برکت بده، امروز ما رو مبارک بساز، عزیزانم رو در منازل به دستای تو میسپارم در نام عیسی مسیح، آمین. خیلی ممنون از دعای شما و همکاری شما. دوستان عزیز، با سپاس از همراهی شما عزیزان، از شما میخوایم که در بهتر شدن برنامه های ما نظرات و پیشنهادات خودتون برای ما بفرستید. اگر سوالی احیانا به ذهنتون برسه در اواسط درس ها، سوالات رو یادداشت کنید، با ایمیل یا با تلفن با ما در میون بگذارید و امیدواریم که بتونیم در برنامه های دیگه باز هم در خدمت شما عزیزان باشیم. در برنامه همگام با مسیح، خداوند یار و نگهدار شما عزیزان باد. بدرود.